همزمان با روز جهانی توریسم، مسئولان محلی هرات از افزایش تعداد گردشگران داخلی و خارجی در سال جاری خبر می‌دهند. این مسئولان می‌گویند تا اکنون بیش از 12,000 تن گردشگر از اماکن تاریخی و جاذبه‌های توریستی این ولایت دیدن کردند. از سوی هم برخی از گردشگران داخلی خرسندند که زمینه سیاحت در نقاط مختلف هرات فراهم شده است. اماکن تاریخی و جاذبه‌های ماندگار قلعه اختیاردین هرات بازدید کنندگان زیاد را این روزها به خود جلب نموده است. برخی از بازدید کنندگان هرات را شهر باستانی و قطب جاذبه‌های توریستی می‌دانند. آنان خوشحالند که زمینه سیاحت در تمام نقاط توریستی فراهم شده است. واقعا ولایت هرات کعبه هست به پیش کسایی که باستان شناسند، به پیش کسایی که اونا تاریخ را می‌فهمند. یک کعبه هست و ولایت هرات بسیار زیاد استقبال کننده داره. اگر ما زمینه را دولت مساعد بکنه برای از اینکه بیایم باستانشناسا بیایم توریستا این ولایت را ببینم و از آثار تاریخی و جاهای بسیار باستانی از این دیدن کنن، خیلی جای مفید برای جوانان و نوجوانان همه سنین بگیم، چون جای تاریخی همیشه باعث میشه که ما شور و اشتیاق ما به زمان قدیم و آینده و جاهای زیبا بیشتر شه. در همین حال مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات میگویند در 6 ماه نخست سال جاری 11,000 گردشگر داخلی و 1,000 توریست خارجی از اماکن تاریخی و جاذبه‌های این ولایت بازدید کردند. آنان می‌افزایند که شماری از آبادات تاریخی هرات در حال ترمیم و بازسازی اند تا محیطی برای جذب توریست ها مهیا گردد. در 6 ماه نخست نزدیک به 12,000 توریست داخلی و خارجی ما در هرات باستان میزبان بودیم که این آمار خیلی خیره کننده است و نسبت به سنوات اخیر بی سابقه هست و هنوز هم روزانه ما توریستان خارجی و داخلی از سر تا سر افغانستان به خاطر زیبایی های هرات باستان، اماکن مذهبی و جاذبه‌های توریستی و خاص و ویژه گردشگری می داشته باشه، ما شاهد هستیم که انشالله این آمار ممکنه که تغییر فاحش داشته باشه تا آخر سال. با این همه مسئولان آبادات تاریخی هرات می گویند گردشگران می توانند از 40% اماکن تاریخی این ولایت به صورت رایگان بازدید کنند. آنان تصریح می کنند توجه هرچه بیشتر امارت اسلامی در قسمت آثار باستانی و جاذبه‌های توریستی باعث رونق گردشگری در این ولایت می گردد. در حد 40% بنای تاریخی در سطح شهر هرات تقریبا به طور مجانی و جز از قلعه اختیاردین که تکت است به دسترس دید شهروندان داخلی و شهروندان خارجی که جهت بازدید از آثار باستانی افغانستان هرات تشریف میارند قرار دارد. گفتنی است که هرات در غرب کشور صدها بنای تاریخی و جاذبه‌های گردشگری فراوانی دارد و مسئولان محلی هرات به مناسبت روز جهانی توریسم بازدید از موزیم و قلعه اختیاردین را به مدت 1 روز رایگان قرار دادند.